سلام دوستان، فراد هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به صحبت‌های جنجالی احمد ایران دوست در خصوص افزایش قیمت دلار می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. قرنی رو سپری کردیم که روایت‌های بسیاری از اون شنیده یا شاهد رویدادهای زیادی در اون بودیم. اشغال، اعتراض، انقلاب، جنگ، تحریم و مناقشه هسته‌ای. روایت‌های متفاوتی در این بین مطرح شد، اما روایتی که محور اون فراز و فرود ارزش پول ملی ایران در خلال بحران‌های سیاسی و اقتصادی این قرن بود. از زمان توقف مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام و کاهش امیدها به رفع تحریم‌های آمریکا، کاهش ارزش پول ایران و رشد نرخ ارزهای خارجی شتاب گرفته. التهاب در بازار دلار ایران در حالی بود که روز یکشنبه خبر خروج بیش از 3650 میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس تهران طی 10 روز قبل از اون منتشر شد. حالا با بالا رفتن قیمت دلار و رد شدنش از مرز 35 هزار تومان، اکثر هنرمندان و چهره های شاخص پست های اعتراض آمیز خود را نسبت به این موضوع کنونی بازار ارز به طور جالبی منتشر کردند. احمد ایران دوست درست در بحبوحه اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین اعتراضات مردمی در سراسر کشور موجی از انتقادات را روانه دولت و حکومت کرد و با انتشار ویدیویی انتقادی از این وضعیت گلایه کرد. احمد ایران دوست که از طریق شرکت بادیگارد دبی به آمریکا رفته بود و حدود 13 سال در آمریکا ساکن بود و در هالیوود محافظ شخصیت‌هایی مثل جنیفر لوپز، نیکولاس کیج، ماریا کری و ویتنی هیوستون بودند، برای هر ساعت 100 دلار و بیشتر دستمزد می‌گرفت و در ایران به خاطر بازی در سریال شب‌های برره به قول برره هم شناخته میشه. در این ویدیو گفته بله، دلار 35 و 36 و 37 و 38 و یه افسارش در رفت. چه جورم در رفت؟ اینجاست که باید بگی شیر مادرت و چیز پدرت حلالت رئیسی. اون وقت میگن مشکل فقط لخ شدن و رو سری سر نکردنه. چقدر باید ناقص العقل باشی که یه همچین حرفی رو بزنی، اونم برای ملت شریفی مثل ایران. 43 سال، 44 سال، یکی بدتر، یک بار یک روزی ملت دل خوش روز خوش ندیدن. هر کی اومد وعده وعید داد و تر زد و رفت. دولت امید از اون موسوی گرفته و خاتمی و روحانی و یکی از اصلا ما کاری نداریم به نه به انگلیس، نه به آمریکا، نه به هر حرومزاده‌ای، نه به منافقین. خودت و وجدان خودت تو این 43 سال کدومتون اومدید که از اون یکی بهتر بود؟ کدومتون اومدید که دلار نسبت به دور قبل یه مقداری بیاد پایین، معیشت مردم خوب بشه، مسکن خوب بشه، ارزاق خوب بشه، وضعیت بازنشسته ها خوب بشه، جانبازان نلالن؟ یعنی واقعا من موندم حضرت عباسی توش. روحت شاد حاجی، روحت شاد حاجی که رفت همه چی به گوه کشیده شد. یعنی تر زدی تو مملکت، رفت رئیس، روحانی، خاتمی، موسوی، رفسنجانی، همه تون یکی ها یکی گنتر تر زدید به این مملکت رفت. او بیشتر نیز بعد از اتفاقات افتاده شده در سلف دانشگاه شریف هم معترض بود و نوشت بله، پیکنیک شریف افتتاح شد. کل مشکل مملکت غذا خوردن دوتا جوون تحصیل کرده با هم بود. نمیدونم تو حج که یه تیکه پارچه دورشون هست و تو هم میلولند مشکل درست نمیشه. لعنت بر افکار که همه فکرتون پایین تن است. گرونی و اقتصاد فلج و کمبود دارو و فیلترینگ و بیکاری و مسئول نالایق بیسواد و رانت و فساد اقتصادی و کدومتون بهتر قبلی بود؟ کدوم؟ بگو. او همچنین بعد از بازداشت توماج صالحی هم نوشت یه طوری تیتر زدین انگار خاوری رو گرفتین یا اون تیم اختلاس 94 هزار میلیاردی.
بابا یک رپر که از حق مردم دفاع کرده، وضعیت اقتصاد نابسامان و مسئول بی سواد. قبول کنید سواد و علم و آگاهی ندارین. کدوم سال شما بهتر از پارسال بود؟ یا لااقل شبیه سال قبل؟ پس سواد و آگاهی ندارین، بگین ما بی سوادیم، یک کلام. او همچنین در مورد ماجرای فوت مهسا امینی هم گفته بود: روح شاد باشه انشالله و قرین آرامش. نمیدونم وقتی یک غلطی یک نفر میکنه چیزش هم داشته باشه و بیاد عذرخواهی کنه و بگه من معذرت میخوام، اشتباه از جانب ما بود، یه مقداری در نوع عمل کرد واقعا تجدید نظر بکنی. در هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا، حتی در جیبوتی هم و آفریقای اون ورتر هم ما نداریم کسی رو به خاطر لباس توبیخ بکنن. لا اکراه و فدین نداشته و نداریم. یه مقداری به حرفای استاد مطهری گوش بدید، یه مقداری به حرفای عزیزای دلمون بیشتر توجه بکنید. ملت ظرفیت ندارن، این ملت ملت سابق نیست. حواستون رو جمع بکنید. این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست اصلا معنی نداره. گشت ارشاد در یک مملکت. بله جمهوری اسلامی، اوکی that's it. میتونه طرف به یا اون پوشش، ولی بخوای توبیخ بکنی، ضرب و شتم بکنی، ما که دیدیم، ما که میدونیم، ما که عمل کرده شما رو کاملا میشناسیم. درست باشید، مردم به این جاشون که نه به اون جاشون رسیده، یه خوردم خجالت بکشید. این آقازاده های دیوس که این ور اون ور در لندن و آمریکا و هلند و استرالیا فیلم پخش میکنن و داغ این ملت رو تازه تر میکنن. حواستون به خودتون باشه، این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.